سلام همگی امیدوارم حالتون خوب باشه به کانال انگلیش ویو خوش اومدین این 16 همین جلسه آموزش واژگان انگلیسی از پایه به زبان ساده در سطح ایوانه ما تو این درس با اسم سازها ژانرهای موسیقی و فعلهای مربوط به موسیقی به انگلیسی آشنا میشیم و یاد میگیریم که چطوری درباره موضوع موسیقی میوزیک در سطح ایوان صحبت کنیم. لطفا اسم هر سازی رو که تو تصویر میبینین به انگلیسی بگین پیانو گیتار الکتریک گیتار Violin, flute, trumpet. drums saxophone بچه ها فعلی که قبل از همه سازها به کار میره و به معنی نواختن اون سازه پلیه. بعد از فعل پلی و قبل از اسم سازی که میخواییم بگیم لازمه که کلمه د رو هم بیاریم. بنابراین عبارت که می سازیم به این شکل هستند. Play the پیانو پیانو زدن. Play the گیتار گیتار زدن. Play the violin. ویولون زدن. Play the flute. فلوت زدن. Play the trumpet. ترومپت زدن. Play the drums. Table zadan. Play the saxophone. Saxophone zadan. ما برای اینکه بتونیم درباره موضوع موسیقی در سطح ایوان صحبت کنیم لازمه که علاوه بر اسم یه سری از سازها با چند تا واژه، فعل مهم و همینطور ژانر یا نوع موسیقی هم آشنا بشیم. تو این متن کلمه های بولد شده تو همین سه دسته قرار دارن. بیاین با همین تکست رو بخونیم. We are a music band. We are a band and we love music. I'm a singer in the band. I sing songs. I also take violin lessons and I want to learn violin. Johnny plays the piano. He is a very good pianist. Peter plays the drums. Tommy plays the guitar. He is an artist. We enjoy music and we like to listen to different genres of music. I listen to classical and pop music. Johnny listens to jazz and hip hop. We don't like opera. We often have an MP3 player in the car and we download songs. با فعل play به معنی نباختن قبلا آشنا شدیم و یاد گرفتیم که وقتی میخوایم مفهوم سازی رو زدن رو برسونیم از این فعل استفاده می کنیم. فعل love به معنی دوست داشتن و love music به معنی دوست داشتن موسیقیه. فعل sing به معنی خوندنه و در کنار کلمه song به معنی آواز میشه sing songs. آواز خوندن فعل take معنی زیادی داره ولی وقتی با کلمه lessons میاد به معنی درس یاد گرفتنه take violin lessons. معنی فعل learn رو هم حتما می دونین. Learn یعنی یاد گرفتن. Learn violin. ویولون یاد گرفتن. فعل enjoy به معنی لذت بردن هم برای صحبت کردن درباره موسیقی بسیار کاربرد داره. Enjoy music. از موسیقی لذت بردن. با فعل listen به معنی گوش کردنم قبلا آشنا شدیم. listen to music به موسیقی گوش کردن. فعل آخرمونم download و download songs یعنی آهنگ دانلود کردن. سازهایی که تو این درس با هم یاد گرفتیم اینا هستن. به تلفظ این کلمه ها دقت کنین و بعد از من تکرار کنین. پیانو گیتار الکترک گیتار وایلن فلوت ترامپت درامز سکسفون می رسیم به ژانرها یا گونه های موسیقی. به تلفظ این کلمه ها دقت کنین و بعد از من تکرار کنین. آپرا jazz rock popular pop classical hip hop country heavy metal اگر هنوز عضو کانال انگلش ویو نشدین ممنون میشم که همین الان دکمه سابسکرایب رو فعال کنین و ویدیو رو لایک کنین تا بتونیم به همین منوال آموزش ها رو تا سطوح بالاتر ادامه بدیم. ما اینجا تا جمله داریم که با کلمه های داخل پرانتز کامل میشن همه این کلمه ها رو تو این درس یاد گرفتیم لطفا مثل همیشه دفترچه و خودکار داشته باشین و این جمله ها رو با کلمه های درست کامل کنین برای انجام این تمرین لطفا همین الان ویدیو رو پاز کنین 1. My sister loves classical music. I love rock music. We have different ideas about music genre. 2. Nick listens to music in his car. He downloads different songs and listens to them when he drives. 3. Do you love piano? Yes, I do. I really love piano and I want to become a famous pianist. 4. Drums has a very loud noise. I never play the drums at home. 5. My sister is 10 years old and she loves saxophone. She takes saxophone lessons every week. 6. Pink Floyd is a rock band. They play the electric guitar, drums, and saxophone. ممنون که تا آخر این درس همراه من بودین. بچه ها موضوع موسیقی یکی از موضوعات خیلی رایج تو مکالمات روزمره است و ما برای اینکه بتونیم راجع به این تاپیک صحبت کنیم لازمه که مجموعه ای از کلمه ها و فعل های انگلیسی رو بدونیم. امیدوارم که این درس براتون مفید بوده باشه. واجه های جدیدی که امروز یاد گرفتیم و میتونین تو این صفحه ببینین. این لیست رو یه جا یادداشت کنین و امروز حداقل یک بار همه این کلمه ها رو برای خودتون تکرار کنین.